سلام دوستان خوبم امیدوارم حال تک تکتون خوب باشه من پی آی پی آرمین هستم ادمین اصلی پیج ایکس باکس بازان اینستاگرام بچه ها میخوام لیست بازی های اکتیویژن و بازی های بلیزارد و بازی های کینگ رو بهتون بگم تا حدس میزنم که اینا به زودی وارد گیم پس میشن یعنی اینا حدس خودمه و هنوز تاریخ این که بازی های اکتیویژن و بلیزارد کی وارد گیم پس میشن اصلا حرفی در موردش زده نشده و اصلا معلوم نیست ولی من حدس میزنم نهایتا یک ماه دیگه این بازی کلان که الان اینجا میخونم 90 درصدشون وارد گیم پس بشن خب اول از بازی های اکتیویژن شروع میکنیم ونگارد اینا همشون کال آف دیوتی هن سری کال آف دیوتی کال آف دیوتی ونگارد کال آف دیوتی کلدوار کال دیوتی مدرن که همون وارزون هم باهاشه کال دیوتی بلک آپس کالف آف دیوتی ورلد وار دو کال آف اینفینیت وار فیر کال آف دیوتی بلک آبس سه کال آف دیوتی ادوانست وار فیر کال آف دیوتی گوست کال آف دیوتی بلک آبس دو کال آف دیوتی مدرن وار فیر سه کال آف دیوتی بلک آبس یک کال آف دیوتی مدرن وار فیر دو کال آف دیوتی ورلد ات وار کال آف دیوتی مدرن وار فیر چهار Call of Duty 3 Call of Duty 2 و Call of یک. 1 من حد میزنم سری های اول کال آف دیوتی رو به صورت نسخه ایکس باکس 160 وارد گیم پس بکنه دیدید مثلا بازی های مثل بتل 3 و اینا توی گیم پس بالاشون نوشته ایکس باکس اون اونو با لانچر ایکس باکس 160 باز میکنه من احساس میکنم بازی های قدیمی رو اون کال آف دیوتی ها قدیمی رو با نسخه ایکس باکس 160 وارد گیم پس میکنن بازی های دیگه ای که اکتیویژن عرضه کرده یکیشون تونی هاوک سری تونی هاوک که نمیدونم اسکوتر بازیه چجوریه سکیرو سکیرو که خیلی خیلی شبیه دارک سولزه کراش چهار کراش بندیکوت چهار کراش تریلوژی کراش سی تی آر یا همون کراش تیم ریسینگ بازی سپایرو که خیلی خیلی اونم محیط و طرز بازی شبیه کراش خیلی خیلی دوست داشتنیه توی پلیستشن یکم بود خیلی بازی خوبیه سری پروتوتایپ وای عجب بازی بود قدیم خیلی خیلی لذت می بردیم پروتوتایپ یک و دو و سکایلندرز که خودش ده تا نسخه داره نمیدونم چرا اینقدر زیاد نسخه هاش خیلی خیلی زیاد خودتون برید توی اینترنت سریشو ببینید نسخه های مختلفشو بازی کینگز کوست بازی ترانسفورمرز که اونم سه چهار نسخه داره من یکی دو نسخه شد توی ایکس باکس 360 بازی کردم بازی خوبی بود سرگرم کننده بود و بازی امیزینگ سپایدرمن امیزینگ سپایدرمن فکر کنم الان در انحصار پلیستیشنه ولی خب اگه اینجوری پیش بره و الان که قرار داد تکمیل شده به نظرم این برای ایکس باکس هم میاد و به احتمال فراوان حتی میاد توی گیم پس خب حالا بریم سراغ بازی های بلیزارد بلیزارد با معروف بازیش اوورواچ هممون میدونیم اوورواچ ورلد اف وارکرافت بچه ورلد اف وارکرافت و وارکرافت و ستارکرافت و اینا همشون شبیه همن هر چی کرافت داشت خیلی خیلی شبیه همن و یه سری حساب میشن ورلد اف وارکرافت ستارکرافت وارکرافت خالی اینا همشون شبیه همن پس ورلد اف وارکرافت خودش چندین نسخه و دیلسی داره سری دیابلو دیابلو یک و دو سه ریمستر ریمیک چه میدونم همشون هرچی که دیابلو هست هارتستون هارتستون ستارکرافت رو گفتم هیروز آف دستورم ستورم وارکرافت بچه وارکرافت با ورلد وارکرافت فرق میکنه هر کدوم یه نسخه جداگونه از بازی هستن بعد میرسیم به شرکت کوچیک کینگ کینگ هم بیشتر برای اندروید آی او اس بازی میده بیرون دو،, دو, سه تا بازی معروف داره یکیشون کرش آندران کرش بندیکوت آندران و یکیشون هم کندی کراشه کندی کراش خیلی خیلی مشهوره و تقریبا تمام دنیا میشناسنش بازی خیلی سرگرم کننده یه 500 600 مرحله داره و هر سال هر سال که چه ارز کنم هر ماه آپدیت میده بیرون و مراحل جدید بهش اضافه میشن برای iOS هم برای آندروید تمام این بازیایی که خوندم چه برای اکتیویژن چه بلیزارد و چه کینگ حدس میزنم 90 درصدشون طی یک تا دو ماه آینده حتما وارد گیم پس میشن تایم دقیقش دوباره تکرار میکنم اصلا معلوم نیست امیدوارم که هر چه سریعتر بیاد توی گیم پس من از همه تون بیشتر خوشحالم انشالله که هر چه سریعتر بیاد اخبار جدیدم هر چی بود سریع در اختیارتون قرار میدم چه توی پیج ایکس باکس بازان چه توی یوتیوب همه تون رو به خدای بزرگ میسپارم تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.